ایستادم تا پژواک ناله های هموطنانم باشم. درود بر بینندگان برنامه اتحاد تیوی. امروز سالگرد حمله به منزل آقای کاظمینی بروجردی و دستگیری ایشون و خانواده و هزاران نفر از هواداران ایشون هستش. آقای کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی که در 8 سال اسارتش در زندان اوین به سر میبره و بالغ بر 2860 روز هستش که در زندان هست. در 15 رمضان سال 85 بود که منزل ایشون در محاصره هزاران نیروی امنیتی قرار گرفت، حمله یگان ویژه و نیروهای ضد شورش و علاوه بر اون نیروی بسیج، نیروهای امنیتی، سپاه، لباس شخصی ها و همچنین گروه های فشار. همونطور که شیخ احمدی نماینده خامنه ای در 14 شهریور 85 تهدید نموده. علاوه بر اون چماق به دست های هیئت های وابسته از جمله هیئت های تحت امر منصور عرضی، سعید حدادیان و رضا هلالی در اونجا بودند. در نیمه شب با وعده دروغین رئیس نیروی انتظامی کوچه سر تبدیل به یک نبرد خونین شد. نیروهای ویژه و ماشینهای تخریبگر درب منزلها را شکستند و در درون خانه ها گاز اشکاور زدند و به کوچک و بزرگ رحم ننمودند. در اونجا با شلیک گلوله و چماق و شلاق و فحاشی هواداران آقای کاظمینی بروجردی و آقای بروجردی و خانواده وی رو دستگیر کردند. به همین منظور مهمان امشب ما خانم شیرین که از ایشون دعوت به عمل اومد و ایشون یکی از شاهدین این صحنه دلخراش بودن. سلام خانم شیرین معززاده و ضمن خوش آمدگویی به شما، شما به عنوان یک شاهد در کوچه سر برای بینندگان ما توضیح بدید که چرا جمهوری اسلامی با آقای کاظمینی بروجردی به این شکل رفتار کنید. مشکل جمهوری اسلامی با ایشون چی هستش و همچنین ایشون به عنوان یک روحانی شیعه چرا در یک کشوری که ادعای حکومت اسلامی رو داره باید به چنین شکلی دستگیر بشه؟ سلام، درود دارم به شما و بینندگان عزیزتون. آقای کاظمینی بروجردی همطور که میدونید یک روحانی سکولار هستن و خواست ایشون، خواست مردم و آزادی برای مردم کشور بوده. ایشون جلسات متعددی رو داشتن قبل از اینکه بازداشت بشن و تو اون جلساتشون از اخشار مختلف جامعه، از ادیان مختلف همه با هم گرد اومدن، همه با هم جمع می شدن و خدا رو صدا می زدن. ایشون در این جلسه سخنرانی هم می کردن و توی سخنرانیشون اسناد و مدارکی از کتب سنی و شیعه ارائه می دادن که کتب معتبر بودن و عملکرد حکومت رو به چالش می کشوندن و این خوشایند جمهوری اسلامی نبود. علاوه بر اون ایشون معتقد به جدایی دین از سیاست بودن و این همه فساد و گرفتاری و مشکلات و مضرات مردم رو که توی جلساتشون بیان میکردن، مردم به خاطر مشکلاتشون میمدن رو، علت این مشکلات رو سیاسی بودن دین میدونستن و یا اینکه حکومت دینی میدونستن، چرا که حکومت دینی با اعتقاد از با استفاده از اعتقادات مردم بر اونها حکومت میکنه و در حقیقت اونها رو تحت ظلم خودش قرار داده در ایران. و این واقعا چیزی بود که حکام ایرانی میپسندیدم. ایشون رو چندین بار مورد تحقیق قرار دادم که دست از کارشون بردارن، دست از فعالیتشون بردارن و چندین بار هم بهشون وعده دادن، گفتن که اگر اسمی از آقای خامنه‌ای آورده بشه تو جلسات عکس ایشون باشه و همکاری با حکومت بکنم. بسیار هم بهشون کمک میکنم، رسانه های مختلف رو بهشون میدم، ولی آقای بروجردی نپذیرفتن چون هدفشون هدف مردمی بود و برای مشکلات و مضرات مردم در حقیقت تلاش میکردن، رفع مشکلات و مضرات مردم تلاش میکردن و این منجر شد به حادثه 15 رمضان سال 85. ولی متاسفانه خب یه سوال دیگه هستش که خواهش میکنم در اینجا بفرمایید.
در مورد آقای کاظم نیبورجردی، آیا این اولین باری بود که حکومت ایشون رو دستگیر کرد یا نه چندین بار هم اتفاق افتاده بود برای ایشون؟ نه خیر، ایشون چندین بار قبل از سال 85 هم بازداشت شدن. بار اول در سال 74 توسط نیروهای اطلاعات در خیابان ربوده شدن و به زندان توحید که الان تقریبا موزه شده برده شدن، در که تحت شکنجه قرار گرفتن، در سر شکنجه ها دچار ناراحت قلبی و کلیوی شدن. در اون زمان آقای نیبورجردی امامت مسجد همت آباد رو به عهده داشتن و بعد از آزادی این امامت از ایشون گرفته شد. و بار دوم در سال 79 بعد از اینکه آقای نیبورجردی یک نامه به علمای زمان خودشون داده بودن و مشکلات و مضرات مردم رو بازگو کرده بودن و خواستار رسیدگی که به اونا شده بودن، بازداشت شدن ایشون و به زندان اوین دور منتقل شدن. این بار هم توسط نیروهای اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفتن، در سنگ شکنجه ها دچار سکته قلبی شدن و حتی قادر به راه رفتن هم نبودن. وقتی که ایشون آزاد شدن نمیتونستن تا کارهای شخصی خودشون رو انجام بدن. بعد از سال 79 بار دیگه در سال 83 ایشون بازداشت شدن و به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدن. اونجا از ایشون به صورت عریان فیلم برداری شد و ایشون مورد تهدید قرار دادن که اگر دست از فعالیت های خودشون بر ندارن از این فیلم ها استفاده کرده و ایشون رو مفسد فعل ارض معرفی میکنن. و بعد از این مدتی که ایشون بازداشت بودن از ایشون تعهد گرفتن که فعالیت های خودشون رو متوقف کنن و ایشون فقط میتونستن با خانواده خودشون و بستگان نزدیک خودشون رفت آمدی داشته باشن و اگر که با غیر از خانواده خودشون رفت آمدی داشته باشن دوباره ایشون به دادگاه احضار میشدن. ولی ایشون در منزل خودشون باز گذاشتن و مردم رفت آمد میکردن، امورشون رو انجام میدادن و حتی بعضی جلسات رو هم تشکیل میدادن بعد از اون که نهایتا آخرین جلسه ایشون که در استادیوم شهید کشوری بود، جمعیتی بالغ بر 150 هزار نفر شرکت داشتن و اقشار مختلف جامعه بودن، حتی نظامیان در اونجا شرکت داشتن و این باعث شد که خودش منجر به این شد که در 15 رمضان سال 85 ایشون و هوادارانشون رو بازداشت کنند. درسته. خدمتتون عرض کنم که در این مدت 8 سالی که آقای کاظم نیبورجردی در زندان اوین و زندان نیاز به سر بودن، ما شاهد بیانیه‌های مختلف از سوی سازمان‌های بین‌المللی بودیم. در سایت‌های مختلف هم منتشر شد در مورد وضعیت وخیم آقای کاظم نیبورجردی و انواع تهدیدها و شکنجه‌ها و همچنین سوء قصدی که در مورد آقای کاظم نیبورجردی اعمال می‌شد از سوی حکومت. سوال مشخص من امروز برای بینندگان این هستش از شما که وضعیت اخیر آقای کاظم نیبورجردی رو برای ما بفهمید که الان در زندان اوین آقای کاظم نیبورجردی در چه شرایطی به سر می‌برد. همینطور که در اخبار حتما شنیدید شما و بینندگان عزیزتون، خبرهای زیادی راجع به آقای نیبورجردی و وضعیت سلامتی و جسمی ایشون آورده شده. همینطور بیانیه‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری، امنیستی و سازمان دفاع از حقوق بشر برای جمهوری اسلامی صادر کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت ایشون و درمان ایشون شده که متاسفانه مورد توجه جمهوری اسلامی قرار نگرفته. فقط یک بار ایشون رو به صورت ساختگی به درمانگاه بردن، از بردن ایشون به درمانگاه فیلم برداری کردن و فقط از ایشون معاینه به عمل اومد و ایشون دوباره به بند خودشون برگرده بودن. آخرین خبری که از زندان اوین و آقای کاظم نیبورجردی در دست داریم، آتش‌سوزی بند روحانیت زندان اوینه که در سحرگاه 10 تیر ما به کنگو پیوسته. در اثر آتش‌سوزی لوازم زندانیان در آتش سوخته و در اثر دود این آتش‌سوزی زندانیان دچار مشکل تنفسی شدن. همینطور آقای نیبورجردی که از قبل هم دچار ناراحتی تنفسی بودن و حالشون بسیار وخیم شده در اثر این دود. همینطور که باز در خبرها متوجه شدیم، ایشون و همراهانشون سعی کردن
روند دیگه ای زندانیان بیدار شدن، متوجه شدن و مسئولین رو متوجه این آتش‌سوزی کردن. دو روز بعد از انتشار این خبر، دو نفر از دادگاه ویژه روحانیان به بند آقای بروجردی مراجعه کردن و ایشون رو مورد تهدید قرار دادن و ازشون بازخواست کردن که برای چی این خبر به بیرون درج کرده و اگر که تو فعالیت خودتو قطع نکنی، متوقف نکنی، تو رو به بند سپاه، به انفرادی سپاه منتقل میکنیم و ایشون رو به حسب فیزیکی و شکنجه در این بند تهدید کردن. من یادم به خانم شیرین که در سال 89 بود، ایشون رو حدوداً فکر میکنم 9 روز بود که در بند سپاه حبس کرده، تحت شکنجه های شدید قرار داده بودن که بعد فایل صوتی آقای کاظم نیربرجدی روز بعدش منتشر شد که باز هم تحقیل رو از بند سپاه داشتن. بله بینندگان عزیز، این گوشی مختصری از اونچه که از سال 85 بر آقای کاظم نیربرجدی گذشت رو به عرضتون رسوندیم. برای اختتام این برنامه من گوشه از نامه آقای کاظم نیربرجدی که در 18 تیر ماه امسال از زندان اوین ایشون ارسال کردن و در صفحه مختلف شما میتونید اون نامه رو ببینید، من گوشه به صورت خلاصه برای شما گزینش کردم متن رو و دوست دارم که برای همه ملت ایران بخونم، چون خطاب این نامه به ملت ایران هستش. به حضور مبارک ملت عظیم الشان و عزیز ایران سلام و تحیت مخلصانه عرض می نمایم. این زندانی سیاسی اعتقادی هرگز مظلومیت شما را فراموش نکرده و هر سال اسارتم در چنگال اسلام سیاسی مانع از ابراز ارادتم به ساحت مقدس مردم زمین خورده و فلک زده نگشته. روزی که دانستم شریعت ملاهای درباری شکمشان هست و خدایشان قرائز حیوانی آنهاست، برپا خواستم و برای دفاع توحید لکه‌دار شده و رعیت برباد رفته و ایران غارت گشته به افشای ماهیت آخوندهای دنیا طلب آخرت فروش پرداختم و آنها از روز اول بنایشان بر خفه کردن من بود. در طول ایام حبسم مرتباً با توطئه‌های پنهانی و سوء قصدهای نامرئی عوامل اطلاعاتی و امنیتی مواجه بودم. گاهی مأمورین خود را در کسوت زندانی به کنارم می آوردند تا آب و غذایم را آلوده به عناصر بیماریزا نمایند و با استاب آن در انهدام اعضا و جواهر هم مشاهده می نمایند که از نواحی قلب و ریه و مغز و چشم و استخوان و کلیه و معده و اعصاب آسیب جدی دیده ام و در موقعیت جبران ناپذیری قرار دارم و زمانی به آتش سوزی های عمدی و از پیش تعیین شده مبادرت می کنند تا با حوادث ساختگی مرگ مرا رقم زنند. با این وجود در اوراق برجسته تاریخ معاصرم ایستادم تا پژواک ناله های معصومانه هموطنانم باشم. با تشکر از همه شما بینندگان عزیز اتحاد تیوی و همچنین خانم شیرین که دعوت ما رو قبول کردن و به جمع ما اومدن و ما رو مستفیض کردن از حوادثی که و وقایعی که بر آقای کاظم نیربرجدی گذشت، تا برنامه دیگر